سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه طرحی پیشنهاد کرده است که بر اساس آن شرکت های چند ملیتی نخواهند توانست در دیگر کشورها از استثناهای مالیاتی بهره مند شوند. پاسکال سنامان، مدیر اداره سیاست های مالیاتی این سازمان میگوید رهبران کشورهای موسوم به جی 20 از این طرح استقبال کردند. بحران مالی نوعی هشدار برای پایان دادن به فرار از پرداخت مالیات در کشورهایی بود که به این گونه استثناها اجازه می‌دهند. فرار از مالیات قانونی است. ما برای تغییر قانون طرحی را پیشنهاد کرده‌ایم که کشورهای قدرتمند و حتی در حال توسعه با آن موافقت کرده‌اند. این طرح مالیات مضاعف را لغو کرده و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند، اما عدم پرداخت مالیات را پایان می‌دهد. به این معنی که شرکت‌ها نمی‌توانند سود خود را در کشوری اعلام کنند که در آن مالیات نمی پردازند. این کار تمام شده است. آیا مؤسسات بزرگ را هم در این طرح شرکت داده اید؟ این مؤسسات سالها از پرداخت مالیات اجتناب کردند و حال می توانند دولتها را متهم کنند که از رشد، سرمایه و بازرگانی حمایت نمی کنند. بازرگانی بین المللی مستلزم بهبود سیستم مالی است. اگر این سیستم ترمیم نشود، کشورها خود مستقلن با توسل به سیاست های حمایتی آن را تغییر خواهند کرد. به همین دلیل است که ترمیم سیستم از جانب ما در واقع به سود واحدهای بازرگانی است. با آنها در تماس بوده ایم. باید مالیات بپردازند. آنها در 10,000 صفحه به طرح 15 ماده ای ما واکنش نشان دادند. بنابراین خود را در آن شرکت داده و آن را درک کردند. حال باید با رعایت قانون به آن عمل کنند. علی‌رغم واکنش برخی سازمان‌های غیر دولتی که می‌گویند فرار از مالیات و سنگینی آن بر عهده شهروند همچنان ادامه خواهد یافت، پاسکال سن امان میگوید دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در روز 8 ماه جاری نتیجه 2 سال کار ما را در مورد تغییر در قوانین بین المللی مالیات به اطلاع وزرای دارایی کشورهای جی 20 خواهد رساند. در ماه آینده هم این طرح به سران کشورهای جی 20 در کنفرانس آنتالیا ارائه خواهد شد که انتظار داریم آن را بپذیرند. اینکه 90% کشورهای قدرتمند جهان با این تغییرات موافقت کنند بسیار مهم است.